computer servers, یک چک میکنیم cmd ns lookup. آها مشکل نداره و میریم با کامپیوتر کلاینت هم مشکل نداره. آی پیش یک کس میگیم پنگش کو یک دفعه دیگه پنگو میکنه هیچ کافه نیست. خب این حال ما میخواییم که از طریق سرور لاگین شوم با کمپیوتر ترمینال سرور یوزر که برش دولار شده. ریموت دسکتاپ میریم، ریموت دسکتاپ گرفتیم، در قسمت تایپ میکنیم کمپیوتر نیم یا آی پی کمپیوتر مقابل و از طریق کدام یوزر میخوایی؟ از طریق کلاینت یک. هر یوزر که بود میگه به یوزر شده درج میکنی کدام یوزر که برای داده شده. برای فعلا ما برای از این کمپیوتر میگم از طریق یوزر خود داخل شده در کمپیوتر سرور پاسورد شد درج میکنی سرور فعلا لاگن هست نی؟ سرور فعلا لاگن هست و میریم با کلاینت ببینیم که چطور کار ترای میکنه. آه یس فعلا ما شما در کمپیوتر سینک آی پیش یک است و او کمپیوتر ما شما ترمینال سرور قرار داریم و فعلا ببینین ها و چقدر در کلاینت یک هستیم در یوزر کلاینت یک. اگر ما شما از این خارج میشیم میریم به کمپیوتر سرور سکنید سرور لاگ آف چیزه نشده. قبلا اگر فکرتان بود ما شما در کمپیوتر ریموتلی لاگ آن میشدیم و خودش رو چی میشد؟ لاگ آف میشد. اما در این کدام تغییرات نامده یک موضوع و ما میخوایم که کمپیوتر که دیگر هم لاگین کنم میریم بالای کمپیوتر پی سی یک از اینجا از طریق یوزر کلاینت دو لاگین میشیم فالحال در کلاینت دو هستیم موش ما در ویندوز سوان باز میریم ریموت دسکتاپ کانکشن پاسورد درج آی پی کمپیوتر مقابل درج میکنیم کلاینت دو پاسورد رو درج میکنیم
خواهیم در کمپیوتر لاغن است که آی پیش یک است، یعنی در کمپیوتر ترمینال سرور از طریق ریموت لاغن شده و یوزر شما هم کلاینت دو. ای در کلاینت دو است و ما شما میریم بالای کمپیوتر دیگه خود ببینیم که ای در کدام کلاینت است. ای در کلاینت یک است و همزمان خود سرور ما شما هم لاغن است. مشکل نیست که چقدر سیستم لاغن شده باشه و بتونن از اپلیکیشن ها استفاده کنن. و هدف موشم همی است که باید هر کس هر قدر یوزر دیگه که باشه بتونن در ترمینال سرور داخل شوه و بتونن از اپلیکیشن ها کار بگیره. خب برای فعلا به خاطر از اینکه ما کپاسیتی نداریم در کمپیوتر ما اپلیکیشن ها اینستال نیست، خب خیر از اپلیکیشن های خرد خرد خود ویندوز استفاده میکنیم. ویندوز ما فرض کنید نوت پد و سی ام دی و پن و چیزا خود داره. ما میگیم که تمام یوزرها به طور مثال هر کسی که لاگین میشه به ترمینال سرور اونا باید به طور مثال از برنامه پن استفاده کنن. اما بعضی کسا که لاگین میشه چون خود رایتس داره مش ما در یوزر در گروپ ادمنستریتور ازشان کرده بودیم مگر یادتون باشه، اینا رو واقعا میتونه هر برنامه را استفاده کنه. پس ما چطور رو بتانیم دوباره مونیتور کنیم؟ به طور مثال الی میم با کلاینت در کلاینت دو داخل میشیم و یوزر کلاینت یک است. این شخص میایه برنامه ام اسپنت باز میکنه استفاده میکنه. در پولی از این که ام اسپنت باز کرده میگیره به طور مثال برنامه نوتپد هم باز میکنه. اینی دیگه خلاف است. این پروگرام باز کرد و میریم بالا این کامپیوتر که دیگه ای به طور مثال ترام و برنامه ام اس پنت باز کرد. ای کار میکن. پس بریم ببینیم در سرور که آیا یا درست استفاده میکنن یا خیر. میریم به کامپیوتر سرور در استقامت استارت ادمنستریتیو تولز ترمینال سرویسز میایم بالای ترمینال سرویس منیجر کلیک کرده خود اینجا میریم بالای ترمینال سرویس کلیک میکنیم. در اینجا ببینید شما در این قسمت فعلا در یوزر که یکی خود ادمنستریتور است، یوزر خود ما شما هستن، لاگین هستیم به این کامپیوتر و ای از طریق کانسول سشنش کانسول، یعنی به این مانا که ای خودش لوکلی داخل است، یعنی از خود سیستم داخل است، این خود سیستم است. دیگه اینجا ببینید RDP Remote Desktop Protocol از بخش TCP و کدام یوزر است؟ کلاینت یک و آیدیان برش داده شده دو و استاتسش همچی است اکتیو است، یعنی کار میکنه فعلا فعال است. و اینی کلاینت دو هم است برش آیدی داده شده سه که آیدیا بیشتر رول مهمه داره براتون میگم و این همچی است اکتیو است کار میکنه و وانه براتون میگه که لاگان تایم در کدام تایم یا چی شدن لاگان شدن مکمل براتون مشخصات شما میگه 8-12 دقیقه 8-9 دقیقه 8-5 دقیقه این یوزرها فعلا در ترمینال سرور لاگین هستن. خب بریم ببینیم که این یوزرها چی را استفاده میکنن، کدام برنامه‌شون در پروسس است. میریم بالای پروسس، بالای پروسس که کلیک کردیم اینجا ببینید در اینی استقامت ایمیج اینجا برنامه هست. به طور مثال ام اس پنت کی باز کرده، کسی که آیدی چی است سه است و کلاینت دو است. این حال ما شما که بریم بالای بخش یوزر که کلاینت دو آیدی سه است، یعنی آیدی سه است و در این قسمت این برنامه ام اس پنت باز کرده. خب ام اس پنت خب ما برش گفته بودم باز کو کدام مشکل نیست باز کرده. اینی برنامه نوت پد کدام یوزر باز کرده، یوزر که کلاینت یک است و آیدی دو است. ما گفته بودیم که نباید کسی نوت پد باز کنه. باز میریم که در پایین کلاینت یک ام اس پنت باز کرده. به می شکل تمام برنامه‌ای که باشه اینی تاسک منیجر اکسپلورر چیزا هست که مربوط دسکتاپش میشه، برنامه کلش در اینجا برش چی میشه؟ لست میشه که استفاده. حال ما شما در اینجا میبینیم که ای ام اس پنت باز کرده و کار کرده را ای است. خب ما باید او رو یک اول بدیم که او بچه ام اس پنت خواهی اجازه نیست تو چرا باز کرد؟ باید برزی چی کنیم؟ مسج کنیم. میریم بالای یک استقامت یوزرز، بالای یوزر که رفتیم کدام یوزر استفاده میکرد؟ یوزر ام اس پنت کلاینت دو از دیگه ام اس پنت کلاینت دو باز کرد.
خو ساری ساری نوتپاد نوتپاد گفتی بانی نوتپاد کلاینت یک باز کرده میریم بالای یوزر بالای کلاینت یک کلاینت یک رایت کلک برش میگیم که سند مسیج برش میگیم مسیج سند میکنیم مسیج فرام ادمنستریتور با اینی تایم اینی تاریخ برش سند میکنیم برش سند میکنیم که پلیز کلوز دا پروگرامز پلیز کلوز دا پروگرامز دات یو آر not allowed to use it. اوکی میگمش مجرد که اوکی کردیم این حالا با کمپیوتر کلاینت یک کسی که یوزر کلاینت یک استفاده میکنه باید اونجا مسیج رفته باشه. خب میریم بالای کمپیوتر تکنیم please close the program that you are not ای باز هم در قصهش میشن نمیشن میگه چارتم خراب نیست ازش استفاده میکنه از این برنامه کار میگیرم از این برنامه کار باز که بریم در این قسمت در برنامه در سرور در اینجا خب معلوم میشه که چی پروسس میگه باز میبینه که هنوز هم برنامه نوتپاد از کلود نکرد باز برش یک مسیج میده کلایت یک بوده نی؟ یک وارننگ هم پیره برش میده فکرنی؟ در کلاینت یک وارننگ برش میده مسیج هر چیزی که درج میکنی برش میده اوکی میکنی خب بازی کلوز نمیکنه میاییم در برنامه سر دیدیم که کلوز نکرد این بیره خودم این برنامه گرد که این سپند نوتپاد دو دنی رایت کلک برش میگیم که این پروسس اوکی این حالا ببینیم ببینیم باید برنامه نوتپاد از او کلوز شده باشه است خب با کمپیوتر هم فایل خود سیو هم نکرده مستقیم سر شیکت را کلوز کرد بازی میگیره باز میکنه برنامه را نوتپاد باز کار کرده ایز دیگه نمیفهم ها خواه بیان در استقامت پروس ببینیم در بخش پروسس باز میبینیم که در اینجا تا فعلا نوتپاد اینه میگه کلاینت یک استفاده میکنه باز برنامه را امپیره چی میکنه؟ امپیره دید خود که نشد دیگه نیده مسید شد نیده کلوز امپیره خود از زیر بیخی رایت کلک برش می ریست کمپیوتر رو ریستارت کنم یا بتر اون سال چی کنم برش؟ لاگ آفش کنم یا مستقیم دسکنکتش کنم تنازم چی؟ لاگ آفش کنم دسکنکتش میکنیم صحیح است در ویندوز خود در چی خود باشم و از سرور دسکنکت شد دسکنکت میکنیم اوکی میگیم برای مجرد کمی اوکی کردیم از این قسمت ببینیم که دسکنکت شد نشد در استاتس اتیب است کلاینت یک و دو اوکی یک دفعه یک بریم ببینیم که حالا هم هست یا که you are removed desktop session has ended کمی اوکی کنم end باز اگر بیایی است کنم چا خویی را گفته که در صورت ضرورت از پروگرام اینی پروگرام استفاده کنم اما میره در بار هر طرف دستک دارم خب تا این لاگن شوم با شما میریم به کمپیوتر دیگه این پنت باز کرده بود این به طور مثال بیره باز میکنه کلکولیتر کلکولیتر بیاییم در استقامت ویندوز سرور در بخش پروسس سعی کنیم در اینجا اینه کلکولیتر کدام یک یوزر؟ یوزر کلاینت دو باز کرده و کلاینت دو برامو پروسس از دیگه میتونین که ریستارت کنین میتونین که بطور مثال مسیج رایی کنین میتونین لاگ آفش کنین یا ای که معلومات چگر خواسته باشه ببینی سر استاتس کلک کلکو سعی که برتان اینجا میگه که یوزرش خود کلاینت دو است صحیح؟
وين النتورك ادابترش كلاينت نيم نام كمبيوتر چي است PC-ك يعني از طريق چي داخل شده يوزر كلاينت تو و آدرسش چي است 252 اين مكمل معلومات بر تو داد چقدر سند کرده چقدر ریسیو کرده و کدام ریزولوشن است تمام معلوماتش و ما شما تانستیم که استاتس هر یک برنامه هر یک یوزر که داخل میشه بتانیم خواسته باشه میتونیم ببینیم از این رقی چرا نتانستیم ببینیم به خاطر که این فعلا کنکت نیست که در چی هست دست کنکت هست وقتی که کنکت شد اوتومات پس اینجا میایا کنکت اکتیو میشه چرا؟ مثلا دیتایی که در سرور باشه چرا نمیتونم؟